با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. بهانه امنیت و طرح تمدید کار حکومت. شماری از سناتوران میگویند زمینه برای برگزاری انتخابات فراهم نیست و کار حکومت باید تمدید شود. طوری که دیده میشه انتخابات هیچ امکان نداره. اگر امکان داشته باشه کمی یک دوری ریاست جمهوری تمدید شود. اعتراض به فیصله شورای وزیران و اتهام حمایت مافیای مواد نفتی به دولت افغانستان. اجازه دادن دوباره واردات نفت نیمه خام یا پریماگون به یک شرکت خصوصی خشم اتحادیه وارد کنندگان نفت را برانگیخت. جنایت سازمانی یافته طوری تنظیم شده که تمام ضرورت های ملی افغانستان برای پترول در طی سال 500 هزار تن به یک شخص داده شد. عدالت فراموش شده در افغانستان و ستاره آسیب دیده در ترکیه. ستاره بانویی که لب و بینیش توسط شوهرش با چاقو بریده شده برای مداوا به ترکیه رفت. و ژاپن با سفارایی نظامی در برابر چین. وزیر دفاع ژاپن میگوید توکیو تصمیم به افزایش توانایی های دفاعی در مرز با چین دارد. سلام و شب شما بخیر. آمریکا بار دیگر خواستار امضای بیدرنگ پیمان امنیتی با پیمان امنیتی کابل واشنگتن شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که در موقف آمریکا در امضای پیمان امنیتی هیچ تغییری نیامده و واشنگتن میخواهد که این پیمان هر چه زودتر امضا شود. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که گفتگوها با رئیس جمهور کرزی هنوز هم ادامه دارند. در همین حال وزارت خارجه روسیه از حکومت افغانستان میخواهد در امضای پیمان امنیتی با آمریکا مستقلانه عمل کند و این اصل را روشن سازد که این کار مخالف منافع کشور سوم نخواهد بود. ایالات متحده آمریکا در امضای پیمان امنیتی شتاب دارد، اما از امضای این پیمان تا پایان سال روان میلادی ناامید شده است. به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر اعلام کرده است که موقف واشنگتن در امضای پیمان امنیتی با کابل استوار است و ایالات متحده آمریکا می خواهد که این پیمان هر چه زودتر امضا شود. ما این را گفتیم که هر گونه تأخیر در امضای این پیمان امنیتی باعث به میان آمدن چالش‌های بسیاری در برابر نیروهای جهانی از رهگذر برنامه‌ریزی و ارادی سیاسی ائتلاف جهانی خواهد شد و البته افغانان نیز خواهان امضای این پیمان هستند و همان گونه که جان کیری گفته است ما خواهان امضای هر چیز زودتری این سند هستیم و موقف ما در این باره تغییر نکرده است. اما در اینجا در کابل جبهه نجات ملی افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا خواستای شخصی و بهانه‌جویی‌هایش را کنار بگذارد و هر چه زودتر پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا کند. این جبهه با صدور قطعنامه میگوید که در صورت امضا نشدن این پیمان از سوی رئیس جمهور کرزی، شورای ملی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای مهم دولتی باید در این باره تصمیم بگیرند. ما باید یک سیاست متجانس داشته باشیم، یک سیاست منظم داشته باشیم. باید جمهور این شایسته نیست که حرکت بکنند. ما میگیم تمام مسائل دو قطعنامه مطرح شده و مکتوب آخرم که رئیس جمهور امریکا مبنی بر عدم داخل شدن به خانه های مردم افغان ها گرفتند که باید بود موضوع باید امضا شده و تأخیر نشود. اما کسانی نیز هستند که بر موضع گیری رئیس جمهور کرزی خوشبین هستند. طالبان و برخی از فرماندهان پیشین این گروه که در حال حاضر در پایتخت زندگی می کنند از این عملکرد رئیس جمهور کرزی پشتیبانی می کنند. کرزی په ملک په دې نسبت باندې چې خارجان راوستلي و په ملک د ده په وخت کې اختشاش ډیر سو او دی دا موقع په دې باندې دغه کوي چې هغه ټول هر څه چې ده سابقه کړي دي هغه په دې کې په دې په هغو باندې دا د ده موقف سوری وغوړي. با این همه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که از آنجایی که تا پایان سال روان میلادی کمتر از دو هفته مانده است، از این رو واشنگتن به امضای این پیمان امنیتی تا پایان امسال امیدوار نیست. اجازه دادن دوباره واردات نفت نیمه خام یا پریماگون از سوی شورای وزیران به یک شرکت خصوصی خشم اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان را برانگیخت. این اتحادیه هشدار می‌دهد که اگر شورای وزیران در فیصله‌اش تجدید نظر نکند، این نهاد اعتصاب کاری را برپا خواهد انداخت و بسیاری از واردکنندگان نفت سرمایه‌هایشان را از کشور بیرون خواهند کرد.
این اتحادیه فیصله شورای وزیران را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید که حلقه های مشخصی در دولت از مافیای مواد نفتی حمایت می‌کنند. اتحادیه سراسری شرکت های نفت و گاز افغانستان میگوید که شورای وزیران پیش از این که یک هیئت با صلاحیت پالایشگاهی را که به نام تصفیه مواد خام نفتی ساخته شده است را بررسی کند، به این شرکت دوباره اجازه واردات ماده پریماگون نفت نیمه خام را که 10 سال پیش از سوی وزارت تجارت و صنایع واردات آن منع قرار داده شده بود داده است و تاکید این نهاد بر آن است که این کار افزون بر فراهم ساختن زمینه ناسالم رقابت در بازارها هوا را آلوده می سازد و بر سلامتی شهروندان نیز تاثیرات ناگوار به بار می آورد و همچنان مافیا را تشویق می کنند تا از مالیات دهی فرار کنند. لازم بود که شورای وزیران افغانستان با توجه به حقیقت مسئله اول می دیدن که آیا همی چیزی که به نام ریفاینری یا به نام پالایشگاه یا دارن پالایشگاه است یا نیست. سند اینجا وجود داره که مجموع قیمت که اینا ماشینری خود و متأسسات خود در گمرک ایرتان به نام تصفیه خانه محصول کرده $260,000 است. این سند در اختیار شما ما قرار میتیم، شما ببینین که آیا با قیمت $260,000 یک پالایشگاه تصفیه پریماگون ساخته شده میتونه؟ در منطقه ما فقط یک تصفیه‌گاه وجود دارد که هم در بخارا است و به سرمایه $3 میلیارد ساخته شده. اعضای اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان می‌افزایند که شورای وزیران با این کارش بازرگانان را که در بخش‌های توزیع مواد نفتی میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردند ورشکسته می‌سازد. از سوی هم اعضای این اتحادیه فیصله شورای وزیران و مجوز وزارت تجارت و صنایع را که یک شرکت مشخص میتواند سالانه تا 500,000 تن نفت را به کشور وارد کند نیز انتقاد میکند. یک جنایت سازمانی یافته طور تنظیم شده که تمام ضرورت های ملی افغانستان برای پترول در طی سال 500,000 تن به یک شخص داده شود. ای خلاف نظام اقتصاد بازار است و ای مونوپولیزم یا انحصار است، ولی یک بخش از دولت در تفاهم با یک بخش از متشبثین منفعت جو این کار انجام دادند و متاسفانه در مصوبه دیروز شورای وزیران افغانستان به همی جنایت اقتصادی صحه گذاشته شد. به باور اعضای این اتحادیه با توجه به نبود نظارت لازم از ورود و توزیع مواد نفتی در بازارها، فیصله حکومت درباره اجازه دادن ماده پریماگون به یک شرکت مشخص خصوصی سوال برانگیز است. نخست وزیر بریتانیا بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان تاکید می‌ورزد. دیوید کامرون می‌گوید که لندن می‌خواهد تا قدرت در افغانستان از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر به گونه مسالمت‌آمیز انتقال یابد. از سوی دیگر آقای کامرون میگوید که مأموریت جنگی بریتانیا در افغانستان با موفقیت پایان یافته است. دوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برگزاری یک انتخابات مردمی را در افغانستان برای آینده این کشور مهم میداند. انتخابات برای آینده این کشور مهم است. ما می خواهیم تا یک انتقال مردم سالار قدرت را از یک رئیس جمهور منتخب بر یک رئیس جمهور منتخب دیگر ببینیم. اما آنچه را که ما در افغانستان می بینیم این است که نیروهای بریتانیایی، آمریکایی و کشورهای دیگر یک وظیفه درخشان را با آموزش نیروهای ارتش و پلیس ملی افغان انجام دادند. آقای کامرون چند روز پیش از جشن کریسمس با نظامیان بریتانیایی در هلمند دیدار کرد و درباره پایان ماموریت آنان تا 12 ماه آینده یک بار دیگر تعهد سپرد. من در 2010 گفتم که پس از پایان سال 2014 سربازان بریتانیایی در نقش جنگی حضور نخواهند داشت و من این وعده را عملی خواهم ساخت و فکر میکنم که این کار برای نیروها و کشور ما و نیز افغانستان بهتر خواهد بود. افغانان نمیخواهند تا نیروهای خارجی برای همیشه در کشورشان بمانند. پس این بسیار مهم است که ارتش و پلیس ملی افغانستان وظیفه ای را که سربازان ما انجام دادند به خوبی آن را انجام بدهند. کامرون با یک چرخبال به 4 پایگاه نیروهای بریتانیایی در هلمند سفر کرد. نیروهایی که چند ماه پیش در 137 پایگاه حضور داشتند، اما تمامی آن پایگاه ها اکنون بسته شدند.
ارتش بریتانیا میگوید که از میان 9000 سرباز تا کنون در حدود 4000 سرباز افغانستان را ترک کردند. بریتانیا دومین کمک کننده بزرگ از راه گذر نیرو به ماموریت ISAF است. قرار است 5200 نظامی باقی مانده این کشور نیز تا نزدیک به 12 ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. تنها با برگزاری یک انتخابات شفاف با چالش های کنونی در برابر کشور پایان داده خواهد شد. رئیس مجلس سنا با ابراز این مطلب میگوید که نیروهای امنیتی مسئولیت دارند تا امنیت انتخابات را تامین کنند. هرچند در نشست امروز مجلس سنا شماری از سناتوران تأخیر در برگزاری انتخابات را مطرح ساختند، اما رئیس مجلس سنا بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن تاکید می‌ورزد. برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور گام مؤثر در راستای از میان برداشتن در برابر چالش‌های کنونی گفته می‌شود. رئیس مجلس سنا بر برگزاری یک انتخابات شفاف و سرتاسری در زمان تعیین شده آن تاکید می‌ورزد و می‌گوید که بجز از برگزاری انتخابات هیچ راه دیگر برای انتقال قدرت سیاسی وجود ندارد. از من حق ده چه من حکومت من پیشار راوڑو چه ده انتخابات و ده سالم و سراسری انتخابات و پر زمینه برابر که امنیت راولی و از من خلق ده زمینه ده انتخابات برابر که پده منی پوکاسو که امنیتی ارگاون نا مکمل تنگ که پیشارو نا پیراوڑی د خلکو سره رابطه ولري، علما سره رابطه ولري، چې د انتخاباتو لپاره څنګه زمينه برابر شي، چې زمون خويندې ورونه د خپل اظهار لپاره چې خپل ځان لپاره ځای موټاکي. انتخابات اگر شوه یک سل نواقص داشته باشه، اما جلو بحران های عمیق‌تر انتخابات میگیره و این خودش حاکمیت قانون نشان میده. ما و شما باید دست به هم بتیم تا اینکه یک انتخابات خوب و شفاف و عادلانه داشته باشیم. در این میان برخی از سناتوران از افزایش نامنی‌ها در شمار از بخش‌های کشور ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که اگر در هنگام برگزاری انتخابات آینده امنیت لازم وجود نداشته باشد، انتخابات شفاف نخواهد بود. تا زمانی که صلح در افغانستان نیاید، ما انتخابات ریاست جمهوری را امکان پذیر نمی‌دانیم که در کشور دایر شود. انتخابات دیر ناممکن دی، انتخابات تو به دغه زمینه مساعد سی او بسی که به ونی سی. د ما نظر دغه ده که دغه ټولو سناتور صاحبانو له دغه ملت ته مې دا غوښتنه ده چې په رئیس جمهور باندې د فشار نه وروړي. فعلا وضعیت امنیتي افغانستان بسیار خراب است و طوری که دیده میشه انتخابات هیچ امکان نداره. اگر امکان داشته باشه کمی یک دور ریاست جمهوری تمدید شود، صلح امنیت به وجود بیاید، آرامش در افغانستان به وجود بیاید، بعد از یک انتخابات شفاف برگزار شود. بیشتر از 100 روز به برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده است. در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه‌های رای‌دهی و تدارکات مرکزهای رای‌دهی آمادگی می‌گیرد و اما امنیت هنوز هم چالش اصلی در برابر این روند گفته می‌شود. ترکیه بانوی را که لب و بینیش توسط شوهرش با چاقو بریده شده است درمان می‌کند. بانو ستاره امروز با ترکیه رفت و قرار است در یکی از شفاخانه های شهر انقره درمان شود. برادر ستاره که او را همراهی می کند خواستار عدالت است و از حکومت می خواهد تا شوهر این بانو را به کیفر برساند. در همین حال شماری از فعالان جامعه مدنی نیز از حکومت می خواهند تا به فرهنگ معافیت پایان دهد و عاملان خشونت ها را در برابر زنان به دادگاه بکشاند. بانو ستاره یک هفته برای درمان در بیمارستان در ایراد بستری بود و امروز برای درمان بهتر به ترکیه رفت. برادر بانو ستاره خواهان عدالت است و از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد که شوهر خواهرش را به کیفر برسانند. دولت ترکیه اینا تشکری میکنه که ما را میفرستن ترکیه، همکاری اینا خیلی تشکری میکنه و از اینا و از همکارا اینا خیلی تشکری میکنه از اینا. در این حال شمار از فعالان جامعه مدنی و فعالان سیاسی که به فرودگاه کابل آمدند از حکومت میخواهند که به فرهنگ معافیت نبگوید. بانو ستاره را بینی شه بریده. این بینی بریدگی برای کل مردم افغانستان است و اگر ما هر کسی در هر جای به خاطر جلوگیری از این جنایات دست به کار نشیم، من فکر میکنم که دامنه از این جنایات هر روز گسترده تر میشه. عدالت تامین شوه و دیگه بس است، از این زیادتر دیگه خانم‌ها را قربانی نکنند. بانو ستاره هفته پیش در درب کندهار ولایت هرات هنگامی که مانی فروش زیوراتش شده بود، شوهرش با چاقو بر وی حمله کرده است و لب و بینیش را بریده است.
بانو ستاره نخستین زنی نیست که بی‌رحمانه با چنین خشونت روبرو شده. اما این بار فشارهای فعالان جامعه مدنی و همکاری نهادهای سیاسی و حتی خارجی زمینه درمان بهتر را برای بانو ستاره در خارج از کشور فراهم ساخته. و در اینجا در انگام فرستادن بانو ستاره به ترکیه شمار از فعالان جامعه مدنی تا فعالان سیاسی کشور گرد آمدند و صدای دادخواهیشان را درباره زنان ستم دیده کشور بلند می کنند. سید اعظم آرش، تولو نیوز. یک چرخبال نیروهای آیسف شام امروز در ولسوالی شاجوی ولایت زابل سرنگون شد. شش سرباز آیسف در این رویداد کشته شدند. معاون والی زابل این رویداد را تایید می کند، اما درباره چگونگی این رویداد چیزی به دست نمی دهد. طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. تا لحظات دیگر، تصمیم ژاپن به افزایش توانایی دفاعی در برابر چین. باز هم خوش آمدید. ژاپن از افزایش توانایی دفاعی در برابر چین خبر می‌دهد. بر بنیاد راهبرد تازه امنیت ملی ژاپن قرار است این کشور تا 5 سال آینده تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای را به شمول هواپیماهای بی‌سرنشین خریداری کند. وزیر دفاع ژاپن می‌گوید که توکیو تصمیم به افزایش توانایی‌های دفاعی در مرز با چین گرفته است. با افزایش تنش‌ها میان چین و ژاپن بر سر جزایر سنکاکوی دریای چین شرقی، ژاپن از افزایش توانایی‌های نظامی‌اش در مرز با چین خبر می‌دهد. وزیر دفاع ژاپن می‌گوید که بر بنیاد راهبرد تازه امنیت ملی این کشور، قرار است ژاپن هزینه‌های دفاعی‌اش را تا 5 سال آینده 5% افزایش دهد. من فکر نمی کنم که این راهبرد دفاعی بدون تغییر تا 10 سال آینده باقی خواهد ماند. اگر روابط ما با چین بهبود یافت، امکان دارد این راهبرد دوباره بررسی شود. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن در برابر هر کشوری که دست به اقدامات یک جانبه میزند و باعث تنش‌های مرزی میشود خاموش نخواهد نشست. ما موقف خود را درباره کدام ادعای خاصی که از سوی کسی صورت گرفته باشد اتخاذ نکرده، اما موقف ما درباره چیزهایی که ما فکر میکنیم که باید همان گونه باشد آشکار است. بنابراین ما از حاکمیت قانون حمایت میکنیم، نه از اقدامات تحریک‌آمیز و یک جانبه که باعث افزایش خشونت ها شوند. اما سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین از ژاپن می‌خواهد تا یک بار دیگر تاریخش را بازنگری کند و در راستای تأمین صلح و ثبات در منطقه تلاش کند. ما از ژاپن می‌خواهیم تا به گونه‌ای صادقانه تاریخ خود را بازنگری کند و همچنان روند توسعه صلح‌آمیز و همکاری‌های دو جانبه اش را پیگیری کند. ما می خواهیم تا ژاپن به نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه احترام بگذارد و راه توسعه صلح‌آمیز را پیش رو گیرد. ما همچنان آرزو داریم که ژاپن برای صلح عملی در منطقه دست به کار شود و یک نقش سازنده را در صلح و ثبات منطقه بازی کند. بر بنیاد استراتژی تازه نظامی ژاپن قرار است این کشور نیروهای دریایی تازه‌ای را تشکیل دهد و همچنین هواپیماهای تجسسی، موترهای عملیات‌های تهاجمی ساحلی و ناوهای جنگی تازه برای ارتش خود خریداری کند. تنش‌ها میان چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر سنکاکو در دریای شرقی چین در این اواخر افزایش یافته است. چین می‌گوید که این جزایر که اکنون از سوی ژاپن اداره می‌شوند از زمان‌های پیشین متعلق به چین بوده است. تا لحظات دیگر، مصرف کمتر از 50% بودجه های توسعه‌ای. و مصرف بودجه توسعه‌ای امسال نیز به 50% نرسیده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که تا اکنون که 4 روز به پایان سال مالی باقی است، 48% بودجه توسعه کشور مصرف شده و امید می رود که این رقم تا پایان سال مالی به 50% برسد. بر بنیاد ارقام وزارت مالیه، هرچند درصدی مصرف بودجه توسعه نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، اما برخی از نهادها حتی کمتر از 5% بودجهشان را مصرف کردند.
در حالی که تنها 4 روز به پایان سال مالی مانده است، آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که مصرف بودجه توسعه‌ای کمتر از 50% بوده است. بر بنیاد این آمار، اداره حفاظت از محیط زیست با مصرف 0%، وزارت امور داخله با مصرف 3.46%، وزارت دفاع با مصرف 22.69% و وزارت مخابرات با مصرف 24.27% از بودجه توسعه‌شان امسال کمترین مصرف را کردند. پروژه‌ای که ما زیر کار داشتیم وارد تکمیل کردیم، پروژه‌ای که کارش ادامه داره با سالهای بعدی است انتقالی است، یعنی با او فیصدی که در اونجا ذکر شده با او فیصدی ما مصرف بالاتر از او داریم. از مجموع 534 میلیون افغانی که در بودجه انکشافی 1392 به وزارت امور داخله تخصیص داده شده بود، نزدیک به 300 میلیون ازی به مصرف رسیده و اگر تا یک ماه دیگه ماسپادگی را که ما به وزارت محترم مالی ارسال کردیم، فیصدی مصرف ما از بودجه انکشافی به 60% خواهد رسید. این را باید پارلمان افغانستان به دروسی مورد نظارت قرار بدن و بعد بیان در یک محاکمه کلانی سیاسی درون پارلمان این واحدهای بودجوی را مورد محاکمه سیاسی قرار بدن و بعد آن واحدهای بودجوی که ایجاب بکنه که را به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند برای بازپرسی بیشتر، باید همون واحدهای بودجوی به مراجع عدلی و قضایی و معرفی شوند تا بیشتر تحقیقات بیشتر در موردشان صورت بگیرد. از سوی هم اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری با مصرف 95.59%، وزارت امور زنان با مصرف 89.81%، وزارت اقتصاد با مصرف 79.35% و وزارت احیا و انکشاف دهات با مصرف 76.23% بیشترین مصرف از بودجه توسعه‌شان را داشتند. بودجه توسعه سال 1392 145 میلیارد و 794 میلیون و 186 359 افغانی بود که از این میان تا کنون 90 میلیارد و 206 میلیون و 176 314 افغانی مصرف شده است. در پایان نگاه دیگر با چند خبر. آمریکا میگوید در موقف این کشور در بحث امضای پیمان امنیتی هیچ تغییری نیامده و واشنگتن میخواهد تا این پیمان هر چه زودتر امضا شود. ستاره بانویی که لب و بینیش توسط شوهرش با چاقو بریده شده است، امروز برای مداوا به ترکیه رفت. و دیوید کامرون میگوید لندن میخواهد تا قدرت در افغانستان از یک رئیس جمهور منتخب برای رئیس جمهور منتخب دیگر به طور مسالمت‌آمیز انتقال کند. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.